سلام. خوش اومدید. چند لحظه با شما صحبت بکنم؟ امیرآباد. بفرمایید. یه لحظه میشم با شما صحبت کنم. نرگس خانم، من می‌خواستم یه لحظه باهاتون حرف بزنم. شما بفرمایید. ایشون نمیرن قربان، بفرمایید. اگه خودت خوار مادر نداری، داشته باشن نداشته باشن اصلا به تو ربطی نداره. اگه الان چیزی بهت میگم فقط به خاطر سن و سالته. حالا اگه بخوای چیزی بگی مثلا چه غلطی می‌کنی؟ آخه تو اصلا مال این حرفا چی چی میگی مادر؟ جناب حسین، من کارمند بازنشسته آموزش و پرورش هستم. 30 سال واسه بچه های مورد زحمت کشیدم. این دست میزنم بر از خواسته خودم کوتاه نمیام. پس اعتراف میکنیم که چیزی بوده و به من نمیگه. یه نفر دیگه هم تو اون ماشین بوده که طبق گزارش پلیس میگه فقط مسافر بوده. شما به خاطر قرابت نسبی که با یوسف دارید بهتره که از بربنده دور باشید. بسپارش به خودم. بله. بازجویی‌هاش دیگه چند مرحله انجام شده. اسمش هست محمود حیدری، ملقب به مارکا، استاد اخراجی دانشگاه. ادعا میکنه که خالق یک مکتب جدید و موضوعی. این وضعیت که خیلی سخت، بدون وسیله با دو تا بچه من نمیتونم. درسته که بده تا تو نمیدونم من این حالا زنگ بدون چند تا جبون شستشو مرفی کردی پرون بسنه با یه آدم طرف رسیم یه تفکر طرف بشه اعتماد بیه تفکر بودم تفکری که به کسی آسیبی نمیرسونه بلکه باعث میشه خلق الله به خداوند نزدیکتر بشه. مادر تو هم نمیای نهار بخوری؟ سفره پهن کردم. آزاد تو چته؟ چیزی شده؟ چرا موتور تو حیات نبود؟ دست مرداده کار داشت دادم بهش. شما نهارتون رو بخورید، من گوشتم نیست. الکی سفره پهن کرد. چقدر؟ 20 میلیون تومان. تاریخ چک فرداست. برگشت میزنی؟ حکم جلب میگیره. منم از همین میترسم. اون که من دیدم حتما این کارو میکنه. نه به خاطر تو، واسه اینکه بقیه گوشی دستشون باشه. داره زور میگه بابا. تا حالا 7 میلیون تومانش پول دادم. پس 13 میلیون مونده که. نه دیگه، میگه اون 7 میلیونی که دادی بابت سود پولمه.
مگه بهش نگفتی مغازه که زدی نگیره؟ چرا بابا، خودش از همه بهتر میدونه. چون از نمایشگاه اومدم بیرون ازم شاکیه، میخواد تلافی کنه. خود بقیه بچه‌ها رو بترسونه. یادته چقدر بهم گفتی بیا من قبول نکردم؟ ببخشید آقا، من خر شدم. الان باید چی کار کنم؟ میتونی یکی وام چیزی واسم جور کنی؟ خودش چی میگه؟ روی نازش چلوپا. چرا؟ یه سند خونه مادرتو بردا بیا چکتو پس بگیر. چه بودم کثیفی ها. به خاطر چک 20 میلیونی سند خونه 200 میلیونی میخواد. من جای تو بودم یه بلای سرش میوردم. شما فکر کن الان من یه بلای سرش آوردم زدم اصلا ناقصش کردم. چک میشه واسه من؟ چکم دستشه بابا. چکت کجا بود؟ یعنی چی؟ چکت کجا بود؟ ندیدی کجا گذاشت؟ تو کشوی میز، گاف صندوق، تو جیبش، تو کیفش. اصلا تو جیبش، تو کیفش، تو گاف صندوق چه فرقی میکنه؟ فقط امشب وقت داری. تو دیوونه یا؟ مگه من دزدم؟ نادون، دزد به کسی میگن که پول مردمو بخوره. این که پول خودته. نه آقا جون، پول منی، پول من خداست. تو که نمیخوای پولشو بخوری، بهش پس میدی هر وقت داشتی. من مالا این حرفا نیستم، اوضاع از این بدتر میشه. اوکی، بدتر از اینم مگه میشه؟ فردا که چکتو برگشت میفهمی اوضاع چقدر بده. کجایی؟ مردم از دلشوره. با مهداد بودم، یکم کار داشت، رفتیم کارهای مهداد انجام بدیم. چرا اینجوری شدی؟ چرا با هم حرف نمیزنی؟ من مادرم میفهمم تو یه چیزی هست. به خدا دیگه مردم از دلشوره، نگاه دستم چجوری داره میلرزه. چیزی نشده قربون شکلت برم، شما که همیشه نگرانی، خبری نیست. خیلی ببخشید و نمیخوام پشت سر کسی حرف بزنم، ولی این مهرداد اصلا دوست مناسبی نیست. مشکل فقط مهرداد نیست، مشکل کل دنیا که همه‌شون بدن، فقط ما خوبیم. والا مگه بدیم؟ این همه زندگی به این خوبی داریم، خوشبختیم دیگه، مگه نه؟ این حرفا رو نزن، خدا رو خوش نمیاد. ما شاید واسه مالی خوبی نداشته باشیم، ولی بدبخت نیستیم. ما بدبختیم، خیلی بدبختیم مامان. چه خدا رو خوش بیاد چه خدا رو خوش نیاد، مشکل کار اینجاست که شما رو خدا خیلی حساب کردی. یه سر چادر نماز سر تو داری سجده میکنی، فکر میکنی قهر خدا چی کار بکنه؟ به کجا رسیدیم ما؟ خفشو باش چشم، من خفه میشم، من خفه میشم ببینم این سوپرمارکت سر کوچه بازم به شما جنس نسیه میده. من خفه میشم ببینم بالاخره این بچه ها بعد 6 ماه میتونن یه غذای جدیدم بخورن. چشم، من خفه میشم. یادت رفته هست؟ خدا رو یادت رفته؟ فقط ببین کی چونشو بخوری. من خدا رو فراموش کردم، یا خدا ما رو فراموش کرد؟ ما به اندازه کافی چوب خدا رو خوردیم، بسمونه دیگه. خدایا خودت بهش رحم، خدایا جوونه نمیفهمه چی میگه. Amin.
آقای رستمی ادامه بدید. من قبلا هم گفتم آجا من عمدن این کارو نکردم. خدا گواه من تا حالا کلانتری رو نزدیک ندیدم، چه برسه دادگاه و این جور جاها رو. من تا حالا تو زندگیم دعوا نکردم آجا. شما برید محلمون سوال کنید ببینید کسی هست که صدای بلند منو شنیده باشه. من این چند وقته خیلی گرفتار بودم، بیکار شدم، بی پول شدم، بدهکار شدم. تو این شرایط باید خرج مادر مریضم و خواهر برادرم هم میدادم. نمیدونم بعضی وقتا که اتفاقایی میافتادم نمیتونه خودش رو کنترل کنه. چی داره میگه این؟ شما هم همینجور نشستید و هیچی نمیگید. مگه پسر من مسئولیت ما رو نداشت؟ مگه مشکلات مالی نداشت؟ مگه کم گرفتاری و ناراحتی داشت؟ یعنی هر کی که گرفتاری داره باید بزنه یکی دیگر رو بکشه؟ شما هم ما رو آوردید اینجا بشینیم حرفای بی سر و ته اینو بشنویم. خانم محترم بفرمایید، نظم دادگاه رعایت کنید و یعنی ازتون میخوام که دادگاه رو ترک کنید. آقای قاضی شما جای من نیستی که حال منو بفهمی. این آقا امید به زندگی من و دخترم و ازمون گرفته، دو ساعت داره حرف میزنه فقط از مشکلاتش میگه. واسه این همه مشکلاتی که تو خیابون افتادی دنبال دختر مردم؟ به خدا آقای قاضی من نمیخواستم مزاحمت ایجاد کنم، من ایشونو میشناسم، ایشونم منو میشناسه، من فقط رفتم با ایشون صحبت کنم. آره خواستگاری وسط خیابون؟ دروغ میگه آقای قاضی، دروغ میگه. بشینید خانم محترم، ما هم به خاطر همین اینجا نشستیم. عزیزم یه چیزی بذار به حال الانمون بخوره. مگه حال الانمون چشه؟ حال الانمون خوبه دیگه. باشه صبر کن. آها همه رو بلون بده خط تو اشتباه کد می نویسم، بعد میخوای بیای بگی مسعود میگه شما چرا حواستون جمع نیست. آجا مسعود پاسو رو بگو باشو بیا اینجا بوده سر نشستی باشو بیا. خیلی کلاسات بگو از پولایی که رسیده
باشه، میگم بازم مشکلی نیست، فقط میخوام بدونم علت این همه تکرار چیه. شما دنبال چیز خاصی هستی که تا حالا از من نشنیدی؟ اگه چیزی هست که تا حالا نگفته باشی؟ نه خیلی، همه رو گفتم. قیمت این گوشیتون چقدره؟ این گوشی هوشمند نیست خانم، قیمتش 150 تومن. یعنی نمیشه باهاش رفت تو اینترنت؟ نه، فقط شبیه گوشی هوشمند ساخته شده. کف قیمت یه گوشی مناسب برای شما 750 تومن. که اینطور باشه، ممنون. خواهش میکنم. بیا پسرم. چی شد؟ به درد نمیخورم. اگه میخوای بخر تو کارت پول هست؟ اگه بخوام یه گوشی خوب بخرم قیمتش 5 میلیون تومنه. بریم. بعد از اخراج از دانشگاه دیگه حوصله نداشتم تدریس رو ادامه بدم، حداقل جایی که قبلا میرفتم. مدام یه فکری تو ذهنم بود، این که چطور راهمو پیش ببرم. تصمیم داشتم به هر شکلی که شده افکارم رو برای دیگران مطرح کنم. میدونستم که برای خیلی ها جذابه. تحت فشار مالی بودیم. شیوا سعی میکرد به من بفهمونه که زندگی استفاده از فرصت های مالی برای رفاه بیشتره، ولی من گوشم به یه حرف نبود. تو همین گیرودار بود که اون روز یه مبلغ بالا به حسابم واریز شد. خیلی تعجب کردم، فرستنده برام کاملا ناشناس بود. الو سلام استاد، پول به حسابتون واریز شد؟ جناب عالی وقت دارید یه چند لحظه؟ البته خیلی کوتاه باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. البته من الان جای شلوغی هستم. اول در مورد اون مبلغ باید عرض کنم که اصلا قابل شما رو نداره، یعنی نمیشه زحمات و علم شما رو با این مبالغ مقایسه کرد، اما خواهش میکنم اونو به عنوان هدیه از من قبول کنید. میشه بفرمایید با کی دارم من صحبت میکنم الان؟ من دلیری هستم، شما منو نمیشناسید البته، ولی من خوب شما رو میشناسم. میدونم ممکنه یکم عجیب باشه، اما دوست داشتم به خاطر نگرشی که از شما یاد گرفت. بله بله. حداقل با این کار تو معرفی شدن افکارتون به جامعه سنگی باشه. بله. بشه بعدن میخرم. برو همونی که دوست داری رو بخر، بنز کافی پول تو حساب هست. جدا؟ ممنون. برام خیلی عادی نبود، اما تعجبم نکردم. تو دلم خوشحال بودم یکی پیدا شده که قدر این همه سال زحمت و این همه مطالعه منو میدونه. از طرف خانوادم هم خوشحال بودم، این حالم خوب میکرد. اینجوری میتونستم بدون دغدغه مالی راه هم ادامه بدم. از اون به بعدم پولای زیادی به هم کمک شد از طرف آدم های مختلف. از وقتا حتی خونم در اختیارم میذاشتم. درست مثل نظرهایی که مردم خرج اعتقاد و ایمانشون میکنن، این پولا کاملا حلال بود، چون بدون درخواست نیاز از شعور جمعی مردم تأمین میشد، نه از یه آدم خاص یا یه سازمان خاص که شما منتظر شنیدن اسم اون از زبون من هستید. خب از نحوه ارتباطت با اون همه شاگرد برام بگو. چطوری با همشون در ارتباط بودی؟ به چه شکلی رفتارشون رو هدایت میکردی؟ مهمترینشون کی بود برات؟ من با شاگردام ارتباط روشنی داشتم، فقط سرشاخا. میدونید که تعدادشون خیلی زیاد بود، بقیه فقط مطالب من به دستشون میرسید، من هیچ کدومو نمیشناسم. همه شاگردای اصلیم هم که یه بار دستگیر کردید،
همشون هم آدم های تحصیل کرده و سالمی بودن، درسته؟ چی میگی دکتر؟ تا همین الان سه تا از شاگردای خانم رضت شکایت کردن، سه تا از شاگردای نزدیکت. اینطوری رابطه روشن داشتی؟ اونا همشون فریب خورده های افکار به ظاهر زیبات بودن. ببین دکتر، خودت خوب میدونی که میدونم چی میدونی، پس جواب سوالا رو درست بده. ببخشید جناب سرهنگ، در اختیار شما. من تا اینجا شم اضافه دخالت کردم. من با هیچ کدوم از شاگردم ارتباط نداشتم. البته خیلی ها به ابراز عشق میکردن، اما سعی کردم به همه بفهمونم که عشق واقعی فقط خداست. خانم من وقتی ادارم شما صد سال یه بارم زنگ نمیزنی ها، همین یه بار که من یادم رفت تلفن رو خاموش کنم. سلام، بفرمایید. چشم، اونم چشم. تعجب میکنم چطور همه شما که دم از عرفان و محبت میزنید نقطه ضعف مشترکی دارین. من با هیچ کس رابطه نداشتم، باور کنید اتهامه. شاگردا چی؟ اونا از موقعیتشون و تو سوء استفاده نکردن؟ خبر نداری؟ یه داری چیزی رو از ما پنهان میکنه؟ از خودم که مطمئنم. تا اونجایی هم که میدونم هیچ کدوم از شاگردای اصلی من با کسی رابطه برقرار نکردن. هیچ کدوم از شاگردم ارتباط نداشتم. خیلی ها به ابراز عشق میکردن، اما سعی کردم به همه بفهمونم که چرا جانسان نمیرسه به از خداست. باید برسیم به اونایی که بهش پول میدادن. باید ازش بپرسیم کسی با هدف خاصی بهش پول میداده یا نه. اون وقت اگه فهمیدیم دروغ میگه از همونجا تحت فشارش بذاریم. بله من میکارو میکنم دیگه. این آدم 6 ماه دستگیر شده، هیچ کیلو نداده. به این راحتی گاردش باز نمی‌کنه. زمان می‌بره. صبر نشه چایت. جناب سرهنگ، چرا زمانی که اومدم صحبت کنم زدیم به پام؟ چون میخواستی سوال اصری ازش بپرسی. من فکر کنم اون لحظه درست جایی بود که اولین دروغش رو با ما گفت، اما خیلی زود بود که بخوایم روش مانور بدیم. ببینم آقا سعید چی داره برامون. راستش یه مقدار زمان نیاز دارم، اگه اجازه بدیم بعد دوباره فیلم رو ببینم. خیلی خوبه، برای امروز دیگه بهش فشار نمیاریم. دوست دارید دیگه؟
اختلاف من رو از طرف من بحث کنش بعد همه زده و هر میدید جدایی بودم فقط به دلیل داری من بحث مالی بود اینا هیچ کدوم دست میگه من ارتباط من مگه الان مشکل مالی داری یعنی شما نمیدونی سلام 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 نمیخوای بیا؟ ما شامونو خوردیم ساعت 11 نه یه ساعتی کار دارم حدس میزدم مامان جونت غذا تو گذاشته کنار غذای مورد علاقت بیمه بادم جون بسش درد نکنه محیا میگه بچه ها خوابشون میاد وایسن تو بیای نه بگو آژانس بگیرن خودم میام باش میگم آژانس بگیره ایمیلی که فرستاده بودم رو دیدی؟ آره 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 دیدمش بعدا در موردش حرف میزنیم باشه بیا دیگه محیا تو کاری نداری؟ بیسکویت فردای امیرعلیه بهش بگو میگیرم باشه خداحافظ احتیاج نداریم نه خیلی ممنون فقط میخواستم با خانواده هم تماس بگیرم که ظاهرن ممنوعه بله ممنوع فقط اگه خوب پیش بریم برمیگردی جای قبلیتون اونجا تلفن هم در اختیارتون میذارم شب خوش شب شما خوش Thank you.
غذا آماده است. بیا اول شام بخور بعدم وضو بگیر. مگه نماز نخوندی؟ قصد کردم هر موقع تونستم یه دروکت واسه بابا بخونم. ای خدا قبول کن. خوب کاری میکنی. مامان امروز میخواست بره سر مزار، گفتم تا فردا صبر کنه، شاید تو هم بیای. آره کار خوبی کردی، با هم میریم. دست در نکن نوشه جان. حالش چطور بود؟ حالش خوب بود، به نظر من که از بقیه بهتره، ولی انگار خیلی دلش برای بابا تنگ شده. امروز که داشت خورش بادمجون درست میکرد، گفت یوسف برگرده خیلی خوشحال میشه، خیلی خورش بادمجون دوست داره. بعد انگار یهو یادش افتاد، گفت خیلی دوست داشت. یوسف خیلی خورش بادمجون دوست داشت. دو دلم گرفت. منم خیلی عقشو کردم. ای بابا. سارا چطور بود؟ سارا خوب بود. مثل اینکه با یکی دو تا از و اضافه میتونه برگرده سر کلاساش. مامانت میگفت میخواد برش خواستگار بیاد. کی هست؟ حالا میگم بهت. بله. سلام حسن زاده. سلام، صبح به این زودی؟ برات کار تراشیدم، باید بیای اداره. الان؟ آره دیگه، یه دست طرفدارای باراکا دیروز جلوی اوین سر و صدا رو انداختن، ازشون فیلم گرفتیم. به سرهنگ مصطفی که خبر دادم، گفت تو حتما فیلمو قبل از بازجویی امروز باید ببینی. من نزدیک ادارم، کی میای شما؟ من انشالله تا نیم ساعت دیگه اونجا. یا علی. یا علی. سلام بابا جون. سلام بابا، خوش آمدید. سر کار خوب صبح شده. برو بخواب، من الان میاد. باش. الو. الو سلام سعید، کجایی؟ دیدایی؟ سلام سارا، تو خواب و زندگی نداری؟ من تو راه دانشگاه. یه خبر جدید دارم، خانواده این راننده حساب با ماما تماس گرفته بودن. خب هیچی دیگه، خواهش میکردم مامان به رضایت بده و دیگه رو قبول کنه. اینجور حرفا مامان چی گفت؟ خیلی هم فرق نمی کنه، این پرونده شو اداره بازه. تو اداره شما؟ همون چیزی که من تو پیگیرشیم، سرهنگم پیگیرشیم. خیلی خوب. سعی دیگه چیه؟ میلامو دیدی؟ آره دیدم اکسا رو. فیلمه چی؟ سارا الان دیرمه، بعدا صحبت میکنیم. ای بابا، آخه تو اون فیلمه یه چیز خیلی سارا بابا. کار دارم، بعدا حرف میزنیم. ها خدافظ. اما
اولین چیزی که به شاگردام یاد دادم داشتن صداقت. اینا موجی به وجود آوردن که داره اهمیت این موضوع رو خیلی بیشتر می‌کنه. هر چی بیشتر بدونیم کمتر غافل گیر میشیم. بفرمایید. آقا به اینجا ارتباطی نداره. گوش کن. دلم برای بازیمون تنگ شده. درست نیست پسر متوفا باشه کنه. رفیقم همه چیزو به من گفته. مکتب ما با مکتب شما فرق نمی‌کنه. این انرژی چیه؟ پس از کجا میاد؟ فقط باید تو ساعت خاص و مقرر هیچ کار دیگه نکن. تو هم بی خود خودتو ناراحت نکن. اینا همشون سفید میشیدن سکوت کردن کسی بینشون نفوذ نکنه. تا وقتی قبول نکنه خودش هم بازی چسب ما را نمیده. ازت خواسته بودم تو این کار دخالت نکنی. این عکس مربوط به ثانیه 40 همین فیلم. آروم میگیره دل من به یاد.